گریه نکن تو رو خوب. ننه من سرزن نمیارم، ببی تبش قد شده. آره خدا رو شکر تبش قد شده. هر وقت یادم میاد که چطوری به خاطر من این همه اذیت شده، اصلا نمیتونم خودم رو ببخشم اصلا. دیگه این چیزا رو مدام به خودت نگو، کاریه که شده. مگه نگود گودی؟ راست میگم، یه چیزی بگو. بگو یه چیزی بگو. بوتی که تقصیری نداره آخه، تو تقصیری نداری داداش. آخه نه 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 جان زانم. شما نبودین، ندیدین، ندیدین که تخمه ما رو برای چجوری بد نشون. باشی شد باید 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 چی شد دوباره چشم خودم بردشون کرد، نتونستم کاری بکنم. آخه من چجور مادریم؟ ای بابا، خانوم، عیال، دیگه تو چیکار میتونستی بکنی تو اون لحظه؟ خوب خدا رو شکر. باشا ببینم که فتحشون کرد. قد قدی پلبون راست میگه دیگه، باید شکر کنیم که اون دوتای دیگه سالمه. چی؟ دوتای دیگه؟ کدوم دوتای دیگه؟ چجوری هم کجا؟ اینجا میشه خودت بابا؟ اینجا هر نکن اینجا نزیزم اینجا دورتون بکردم که هنوز به دنیا نیومده. اینقدر مصیبت دیدی، اینقدر سختی کشیدی مادر. چیگره بخون نکن دیگه ایا. کاش که بیشتر مواظب شما بودم. ای بابا این چه کاریه تاری میکنی؟ چرا این جمعیت؟ چند بار بهت بگم جمع جمعیت اینجوری دماغتو پاک نکن؟ ای بابا مگه چیکار کردم؟ خوب رحم کن دیگه، چرا حمله میکنی؟ هادم به هم خورم این حرکتت بیتر. ای بابا هنوز عصبیه بوتی مار جان. قورقوری داداش این عصبیه با من اینجوری رفتار میکنه. آره برای همین، وگرنه میدونه بالاخره من مرد خونم. آره منم. آره چونه خودت مرد خونه از واسه من. مهندس نخند دیگه. نه دیگه مطمئن شدم حال قدقدی جو خوب شده. آره فقط بیچاره داده اگه کل قضیه رو بفهمه چی بشه. اگه بفهمه که همش زیر سل سیبیل خوب بوده که کلی غصه میخوره. بسی ساکت دیگه. قدقدی خانم، قدقدی خانم. چیه؟ نه یعنی بله این پهلوون بر من اعصاب نذاشته که شما بفهمیم. شما بفرمایید. میفرمایید. میخواستم بگم منو ببخش به خاطر اینکه تخم مرغاتو چیدی. وای ساکت شو دیگه، نمیخوام چیزی رو تو بهت بگم. ناراحت نباش. آخه تقصیر من بود، منو ببخش. میخواستم بگم اصلا نمیخواستم به خاطر من شما توی درد سر بیافتید. نه نه شما باید منو ببخشید. آخه من چی میخوای بگی؟ خب نه 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 قدقدی شما هیچ تقصیری نداری. چقدر شماها همه خوبه، چقدر خوشحالم شماها رو دارم. نه خیر من یکی که از زنم خوب نیست. ایجا تو هم خیلی خوبه. قبل اینکه بخوام برم دنبال چوچوها بگردم میخواستم. ولش کن ولش کن قدقدی خانم. آخه چیز ننه شماها و خود بوتی مارخان نمیتونین که من رفتم اون تناب کنار چاه و آوردم که چیز کنم. یا چی کار کنی خانم؟ چیز خب یه فکرهای بدی تو سرم بود راستش. نکنه میخواستی دست و پای بوتی ما رو ببندی ببری براشون؟ ساکت باش دیگه. خب اون نزه تنها راهی بود که به ذهنم میرسید. خواستم جوجه‌هامو نجات بدم. خب عجب عجب برای چی آخه؟ پاله بود پاله بود. آهای دکنه میخواید بدونه داده. نه 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 آهان ببخشید نمیتونم. ببخشید نمیتونم چلو خندمو بگیرم. آخه عیال من چطور زورش میرسه یه همچین کار بکنه؟ ماشاءالله عیال. داری مسخرم میکنی؟ اره من مسخره میکنی؟ نه بابا مسخره چیه بابا بشین سر جا. مسخره تمومش
کنده که پهلوان تو هم بابا پهلوان بسته دیگه تو هم این چطور جرات میکنه نیست میشده بره بود بره 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 تمومش کن بود بود تو هم آروم باش تو دیگه برای هر کیم پهله بود باشه جلو ایالش پهله بود بابا نیست اما از دست شما نه ترش عزیزم حالشون خوبه اما از دل مادر اما از دل مادر ای گل گفتی ننجون اما از دل مادر بگر میگه با بوتی تو داری به چی فکر میکنی توی این وضعیت ها؟ خب به این که چرا یه بار کلاغ انقدر تغییر کرد و بد شد مگه نه نه نگلی شما نظرتون چیه؟ چرا؟ کلاغ بد بشه؟ اصلا اون اصلا کلاغ بدی نیست و قرر مگه باعث نشد یکی از تخم مرغ‌های شما مگه نگفتم یادم ننداز مگه نگفتم تکرار نکن ببخشید خب بابا جون ببخشید خب چیزه من معذرت میخوام میدونین چیه؟ خب اصلا تقصیر کلاغ نبود که جدی؟ پس تقصیر کی بوده ها؟ آره اون خیلی تلاش کرد که جلوی سیبیل خان بدجنسو بگیره. سیبیل خان؟ یعنی بازم تقصیر سیبیل خان بود؟ ایدا قرقر وایسا ببینم قدقودی مطمئنی؟ یعنی درست دیدی؟ کلاغه دستش سیبیل خان تخمه مرغ‌ها رو بشکنه؟ بله بله من حالم بد بود اما کور که نبودم خودم دیدمش نمیخواست بذاره سیبیل خان که همچین کاری بکنه حتی باش بحثش شد حرفش شد باش دعوا کرد نمیدونم ما چه هیزم تری به این سیبیل خان فروختیم که اینجوری با همو بد شد عجب از کلاغه بعید اقدیه و خوب بشه آفرین آفرین راست میگی پس درست صد زده بودم چی رو درست صد زده بودی داداش؟ خب این که یه چیزایی این وسط ها هست چی؟ خب چی شده؟ نه او تیمار به من بگو چی رو درست حد زده خب ببینین نمیدونم دقیقا جریان چیه اما مطمئنم که یه چیزی یعنی یه جریانی کلاغ رو مجبور کرده که با سیبیل خان همکاری کنه من حتما تحتوی این قضیه رو در میارم آره اما فکر کنم دل خود کلاغ هم راضی نبوده به این کار آره پس این تو زیر پای کلاغ هم نشسته عجب ایدا انگار هنوز حال گدگد خوب نشده خب حق داره اتفاق خیلی بدی براش افتاده آخه بوتی ما رو پهلوانم نگفتن که دقیقا چه اتفاقی افتاده بود خب نخواستن شما ناراحت بشین چی گفتی؟ نشنیدم هیچی میگم آننه جون یه خبر خوب دارم ها براتون چه خبری؟ بگو ببینم چه خبری؟ اینجا رو داشته باش بابا بابا چیه بالام تو؟ گوشیم درست شده نه بابا به جان خودم نگاش کنی آره دیدم پس درستش کرده کی؟ خال خاله دیگه خال خالی؟ چی میخوام ننه جون؟ خال خالی کدومه؟ او فقط میتونه خرابکاری کنه نه بابا دیروز تو دستش بود داشت سعی میکرد درستش کنه همون موقع چه گدگدی زیاداد میکرد و میجمع به نظر من آبی که رفته بود توش با یه نم هوا بخار شده برای همین خود به خود درست شده بوتیمار راست میگفت که امکان داره خود به خود درست بشه حالا هرچی همه که تو خوشحالی خودش حالیه تو راضی باش منم راضیم خودم راضیه از رو به این وقت خالی رو ندیدم یعنی کجا رفته؟ باید برم ببینم کجاست نه نگلی نه رو لطفا کارت دارم چه کارم داری؟ ببین روی میزو دیدم خب این باشه برای شما شوخه میکنه نه بابا شوخی چیه حالا که گوشی من درست شده خب اینم به ما
بمونه برای شما دیگه. آخه من لازمش ندارم که، من چه بچه نیستم با این بازی کنم، تازه وقتم هم میگیره. بازی چیه؟ این گوشی هر جا باشه میتونه همراهتون باشه، اون وقت هر موقع کسی باهاتون کار داشت راحت میتونه باهاتون تماس بگیره. نه نه من چه بلد نیستم باز کار کنم. خب من اینجا دیگه خودم یادتون میدم. ببینین کافیه این دکمه رو بزنین. نگاه کنین. آهان آهان اینجوری روشن میشه. خب بعد میاین این صفحه رو باز میکنین. نگاه کنین. آهان خب از اینجا میتونین شماره ها رو انتخاب کنین، بهشون زنگ بزنین. یعنی الان بخوام زنگ بزنم باش میشه؟ بله چرا که نشه، مامانم توش سیم کارت تلفن گذاشته. سب کنین الان باهاش شماره میگیرم، اون وقت میبینیم میشه باهاش به هرکی که خواستین زنگ بزنین. نگاه کنین. دارم میگیرم. 3 4 1 نه راست میگفتی ها، تلفن خونه رو گرفتی ها. نه آخه من که هنوز شماری آخر رو نگرفته بودم. پس بذار ببینم کیه. ببینم. آره داداشمه. آره الو چی؟ تصادف کرده؟ خدا باش مگه داشته می اومده اینجا؟ نه میام الان خودم رو میرسونم. چی شد ننه؟ کی بود زنگ زد؟ داداشم تصادف کرده، قربونش برم، لابد میخواستی بیاد به من سر بزنه. کجا تصادف کرده؟ چه بدونم، گفت سر پیسه گه کرده. الان شما دارین کجا میرین؟ گفت دارم میارنش روستا همونزا بالای کپه. پس منم بیام، وایسی منم بیام. نمیخواد، خودم میرم داداشم رو بیارم خونه. خدا کنه حالش خوب باشه. خب باشه. ولی خب آخه منم میخواد کیفم کن. کیفم کن. اینجا ورش دارم. ننه بیان این گوشی رو همراهتون ببریم. بفرمایید. من رفتم. گوشی رو نگرفتیم ننه. خودم اندازم تو کیفه. میگم الانه که بیاد بیفته توی چو نکنم. یعنی چی فکر نکنی ها؟ نکنی روی چاهو خود نپوشون دیاره. ای بابا رئیس ببین چرا میزنی آخه؟ هر جوری گفته بودی انجام دادم دیگه، با درخت و خاک و خل و این چیزا روشو پوشوندم. من نگران نباش. خب پس حتما ننه گله میفته توی چاه دیگه. اما ننه گله اون چاهو از قدیم میشناسه سیبیل خان. خب بشناسه. خب برای همین پاشو نمیاره بذاره رو چاه، که مگه احمقه؟ میذاره، خوبم میذاره، در جا میفته تو چاه. میدونی چرا؟ نه نمیدونم والا. چون هوا تاریکه، هم ننه گلی چشای ضعیف شده، هم روی چاهو پوشوندی، هم یه خبر بد دادیم بهش که هول ورش داشته. خبر بد علکی البته. اون که نمیدون علکی، فکر میکنه راستکیه احمق، برای همین با عجله میاد از روی چاه رد بشی که میفته توی اون چاه قدیمی که هر لحظه ممکنه فرو بریز رو سرش. وای نه، فرو بریز رو سرش. ای وای چیه؟ نکنه تا هم دیگه طرفدار اون شدی؟ آره اون ننه گلیتون. آره با تو هم یعنی جواب منو بده، رفتی تو تیم اونا؟ نه میخواستم بگم چیزه، ننه گله داره میاد. رئیس خوب شد داره میاد. بیا آره بیا زن بیا. ای با چقدم تاریخه. بیا دیگه. 1 2 3 ای وای رئیس دیدی چی کار کردی با اون پیرزن بدبخت بیچاره؟ آره حله نقشمون گرفت. اگه ننه گلی اینجا بمونه کسی خبردار نمیشه که بیاد درش بیاره. خب
خب احمق، منم همینو میخوام دیگه. ای نادون، دو سه روز که اینجا بمونه ما میتونه بقیه را فرپ بود بزنیم و اون بوتیما رو بگیدیم. احمق ننه بولی، اما نداره، بیا برو ببینم. بیا رئیس، چرا میزنی؟ چرا منو اول میدی آخه؟ بریم این نقشه درست حسابی بکشیم، حساب بقیه را برسیم. بیا نمون اونجا، با تو هم بودو بیا دیگه. دیشب تا حالا هر چی زنگ میزنم جواب نمیده. نه بابا، اصلا تو مطمئنی دیگوشی رو با خودش برده؟ آره بابا، خودم گذاشتم تو کیفه. خب البته اگه گوشی رو داشته باشه بازم بیفایده است. وا چرا قورقوری جان؟ چون ننه گلی که بلد نیست با این گوشی جدیدا کار بکنه که. آره. نه یادش دادم، البته اگه یاد گرفته باشه دیگه. پس هنوز مطمئن نیستیم که ننه گلی خودش بتونه بهمون خبر بده که الان کجاست یا نه. بگم شاید با برادرش که تصادف کرده رفتن در مونگاه ده بالا. آره امکانش هست، میشه یه زنگی بزنی به درمونگاه سنجون؟ دیشب تا حالا چند تا درمونگاه زنگ زدم نبود. حالا چی میشه؟ کاش که پهلمون اینجا بود، سه چرخشو ور میداشت میرفتیم ده بالا، حداقل به درمونگاه سر میزدی. خب حالا کجا رفتن اینا؟ چه میدونم، خودی مجبورش کرد برای یه سر بزده به همون جایی که سیبیل خان سبد و پرتش کرده بود. میگم آ بچه، تو این خونه هر روز داره یه اتفاقی واسه یکیمون میافته. راستی کسی از خالخالی خبری داره؟ ننه گلی هم قبل رفتنش همین سوالو پرسید. نکنه واسه اونم اتفاقی افتاده باشه ها بچه؟ ای وای، یادم رفت یه چیزی بگم. چی؟ چیزی شده؟ چیه؟ بلایی سرت اومده؟ جایی زخمی شده خالخالی؟ تو مغازه پشمک نبود. خسته نباشی واقعا. صبر کنیم ببینم اصلا کدوم مغازه رو داری میگی تو ها؟ بقالی سیبیل خان، جز اونجا از جای دیگه که نمیشه پشمک گیر آورد. یعنی چیزی که میخوای بگی این بوده که سیبیل خان پشمک رو قایم کرده بود. آنی نمیدونم کجا قایمشون کردی. صبر کن ببینم، تو اصلا برای چی رفته بودی اونجا؟ آره برای منم سوال شد واقعا. ای خوب، آهان اصلا شما کجا بودی؟ وا یعنی چی؟ بابا این کلک قاطی کرده، قاط زده. بعد دیروز که از خواب بیدار شدم دیدم کسی خونه نیست، رفتم یه چیزی از بقالی بخرم بخورم. آخه گشتم بود. ای خوب بعدش چی شد؟ ننه گلی چی؟ خب ننه گلی دیگه. خیلی خوب فهمیدیم ننه گلی چی؟ تو خطری. برای چی آخه تو خطر باشه؟ نکنه تو یه چیزایی دیدی ها؟ ندیدم که، شنیدم. به لبمون کردی، خب بگو چی شنیدی؟ دیروز که تو بقالی بودم دیدم سیبیل خان و کلاقی اومدن تو. خب چرا اونجوری نگاه میکنید؟ میترسم. ای بابا ببین دیگه چی؟ راجب ننه گلی چی گفتن هان؟ یه چیزایی گفتن، دقیق که یادم نیست، اما مهم بشین بود که گفتن. بذار فکر کنم. آره گفتن میخوای یه بلاهای سر ننه گلی بیارن. وای خدا، الان داری میگی؟ آخه خسته بودم، خوابم بود. باید بریم دنبال ننه گلی. آره بیاییم بریم، زود باشیم، زود باشیم، هرکت بکنیم. زب کنیم بدم بیو، زب کنیم. ای وای کمرم، ای وای پام، ای وای ننه، ای وای. ببین چه گرفتار شدم. حالا چی میشه؟ کیفم کو؟ ای بابا اینجا اینقدر تاریک، اصلا چیز را نمیشه دید که ننه. خدا ای چیه؟
همون گوشی موبایلیه که عروسم برا سهر خریده فرستاده. آره خدا کنه سهر تنهای تو خونه نترسه یه وقت. البته بقیه پیششانه نمیذارم بترسه، ولی مطمئنم نجرام میشه اگه هوا تاریک بشه. چی؟ خب من چه کاری نمیتونم بکنم ننه؟ چجوری خبرش بدم؟ چه کار کنم؟ یعنی میشه با این گوشی بهش خبر داد؟ واسه ببینم میتونم روشنش کنم؟ انگار اینجوری روشن میشه. سهن یادم داده بود. آره الان روشن میکنم. را ببینم میتونم به کسی زنگ بزنم. اینجوری. اینم از این. آی داد